مجموعه مستندهای کوتاه دادخواهی، روایتی از زبان مادران آبان. به کدوم این گناه بچه می نکشتن؟ فرزاد انصاری فر 28 ساله بود، ساکن بهبهان. شغلش سرامیک کاری بود، از کودکی کار میکرد. تمام تلاشش این بود تا کمک خرج خانوادهش باشد. شب 24 آبان بود، بابام بهش گفته بود که شهر شلوغ شده و اینا، بچه ها نرید اونجا. بعد فرزاد گفت که حالا بریم، مگه چی میشه، مگه میخوان چی کار کنیم؟ بنزین 3000 تومانی با چجوری بزنیم؟ من یه کارگر بستم برم کار کنم، چقدر کار کنم برم بیام، اونم با موتور که تو این سرما گرما دارم میرم کار میکنم، زحمت میکشم بخوام بنزین 3000 تومانی بزنم. ما بالاخره اعتراض داریم، اعتراضی که حق ماست. بابام گفت نه اینا رو هم ندارم، ممکنه کشته بشید. گفت بزنم، بذار کشته بشید، ولی یه ملت راحت میشن. آرزوی فرزاد این بود که روزی صاحب خانه ای شود. فرزاد همیشه هزینه‌هاشو زن میکرد، میگفت میخوام آرزوی که تو سر دارم بهش برسم. آرزوشم یه خونه بود، چون که خونه پدرم اینا اجاره بودن اینا. میگفت فرزاد اول یه خونه بگیرم بعد زن میگیرم. واقعا هزینه که جمع کرد خونه گرفت، تونست خونه بگیره، اونم تو بهش رسوان. هزینه هایی که جمع کرده بود شد خونه تو بهشت رضوان. بهشت رضوان حالا جایی است که هر روز مادر فرزاد برای دیدن فرزندش به آنجا می رود. اولاد او چه دستورت ندا، او چه تنکشت آتیش بجره هم از عکس جنازه فرزاد از تلویزیون پخش شد. مامانم یک لحظه که تلویزیون پخش بود یک لحظه فقط فرزاد رو می بینه. باور میکنی یه چاقوی پیشش گذاشته بود، چاقوی برداشت بزنه تو شکمش، دختر عمم گرفتش. اگر اون لحظه دختر عمم نبود مامانم خودشو میکشت. یادم بدترین شب زندگی بود، حتی بدتر از شب مرگ فرزاد بود. مادر فرزاد مرگ فرزند را باور نکرده. قلبش زخمی است، چنان زخمی که چند بار تصمیم گرفته زندگیش را تمام کند. الهی حق فاطمت از زهرا اشکلم بردم، او قاتل فرزادم. اینجا به بانه انگاه زنگه. فرزاد روز 25 آبان 98 در بحبوحه اعتراضات، یک ساعت پس از تعطیلی کارش، از پشت سر گلوله خورد و در جا جان باخت. من تو خونه بابام اینا زندگی میکردم. بعد یه اتاق داشتیم، دو تا اتاق، یعنی من تو حیاط داشتم، اونا ساختمونش دورا بود. فرزاد همیشه که میخواست بره سر کار، اول صبح ساعت مثلا 6 دینا بود میومد پشت در اتاقم، صدای عجیب و غریبی در میآورد. میدونست من حساسم که از خواب بیدار بشم اینا، یا میترسم، همیشه منو میترسون. دیدم برای روزایی که پیشم از رازاش میگفت، از درد دلاش همیشه میگفت فرزان آیندم خیلی خوبه، مطمئنم آینده روشنی دارم، مطمئنم که به چیزایی که میخوام میرسم. دوست داشت با خوشحالی ها شریک باشم، با غم ها شریک باشم. دم خیابون بود که فرزاد کشتن.
تو هم میخوای بود که زندگی فرزاد به پایان رسید؟ فرزاد فلکه شیراز بود رو خیابون خونمون، یه گلوله خورد پشت سرش، مغزش رو متلاشی کردن. آدمایی که اطرافش بودن هیچ کدوم باعثی که آشنا بودن، ولی هیچ کدوم فرزاد رو نمیشناختن، چون که جوری که گلوله زده بودن از اینجا زده بود بیرون. صورتش واقعا داغون شده بود، یعنی پسر عموم که بالای سرش بود نشناخته بوده که فرزاده، شک کرده بود ولی نمیدونست که فرزاده. بعد من اونجا وایساده بودم، متوجه شدم که یه جوونی داره میزنن تو پیکاپ، نمیدونستم که فرزاده. رفتم جلوتر نگاه کنم، یکی از بچه ها نزاش، گفت نرو، شلوغه، ممکنه تو هم تیر بخوری. گفتم برم ببینم این جوون کیه، شاید آشنا باشه. گفت نه، نرو جلو. نبو که فرزاد بود داشتن میذاشتن تو پیکاپ. مغز فرزاد متلاشی کرده بودن. فرزاد چیکار کرده بود؟ مغز فرزاد را متلاشی کردند و تمام خاطرات خانواده پیش چشمشان ورق خورد. خاطرات روزهایی که پدر خانواده برای دفاع از خاک ایران راهی جبهه‌های جنگ شده بود. پدرم جانباز این مملکته. پدرم برای این مملکت، برای آرامش و آسایش ما ایرانی ها رفت جبهه، جنگی، جانباز شد. عضوی از بدنش رو از دست داد. ولی جوابش با چی دادن؟ با مغز متلاشی شده فرزاد 27 سالش پس دادن. خیلی بچه معتدی بود، خیلی بچه سالمی بود. از سر کار که برگشته از پشت تیر خورده به سرش. ما خودمون نزدیک اون منطقه مدوده بودی که بچه هم تیر خورده، یه 150 متری خونه بوده. 25 اتفاق افتاده بود، دست 28 تحویل گرفتیم خواهد شدیم. 28 آبان بود که گفتن جسد رو تحویل میدیم، سرشدایی نباشه، شلوغ کاری هم در نیارید، ما اونجاییم، حواسمون هست به کاراتون. حتی من گفتن هیچ کس زلودار من نیست، من حرفمو میزنم. دیگه بزرگتره اومدن خیلی با هم صحبت کردن، گفتن اینا تهدید کردن که اگر بخوای سرشدای چیزی انجام بدی اونجا جسد تحویل نمیدن، خودشون رو شبونه خاکش میکنن. مامانم هر روز کارش اینه که بره رو مزار فرزاد، هر روز میره. وقتی هم میره برعکس میشینه، مثلا عکس مزار فرزاد مثلا بالا گذاشته، مامانم پایین میشینه. میگم چرا میری اونجا میشینی بوسته بر اونجا میزنی، مثلا اونجا رو نوازش میکنی، مثلا با این مزارو. میگه سر فرزاد یک قسمت گذاشته، فرزاد سر زخمه. اونا فرزاد تنها رو نکشتن، اونا تمام خانواده منو کشتن، اونا پدر مادر منو کشتن، اونا منو کشتن. با کشتن فرزاد تمام زندگیمو تباه کردن، با کشتن فرزاد خانواده ما از هم پاشیدن. بعد از فرزاد دیگه هیچ آرامشی تو خانواده‌ام نیست. من هر روز با اشکای پدر مادرم باید روزی 1000 بار بمیرم و زنده بشم. مادرم هر روز سهمیه نهار فرزاد میذاره جدا، هر روز این کارشه. میگه فرزاد برمیگرده گرسنه نشه، این سهمیه نهار فرزاده. بعد فرزاد چیزی که نمیاد این نهار میذاره توی ظرفی ما بسته میده، کسی که نیاز مثلا گرسنه ای باشه. حالا میگه تا بکنم فرزاد اینو خورده. هنوز رخت و خوابای فرزاد رو شبا پهن میکنه، میگه جای فرزاد من. صبح اگه بلند شد تا ما رخت و خوابا جلوتر جمع کردیم با همون دعوا میکنه، میگه فرزاد همیشه ساعت 6 میرفت سر کار، شما چرا 5:30 بلند شدید اینا چیزا رو جمع کردید، تا جلوتر جمع کردید؟ فرزانه انصاری فر تنها به جرم اینکه دادخواه خون برادرش شده بارها زیر فشار نهادهای امنیتی ایران قرار گرفته است. من بازداشت شدن، حتی زندان اهواز رفتم، اونجا شاید التماس میکردم تا یه لیوان آب بهمو بدن، اونم چی؟ آب گل‌آلود کسی برامو بیاوردن. من 9 روز تو زندان بودم، برام 9 سال گذشت.
از کشت... من مردم، فرق با مرده ها ندارم. من چیزی با سباخت ندارم. فرزانه میگوید اگرچه قلب من هم زخمی است، اما تا زنده ام دادخواه خون برادرم هستم. شما حق زندگی کردن رو از فرزاد گرفتید، ولی نمیتونید حق فریاد زدن من رو از من بگیرید. من فریاد میزنم، فریاد میزنم تا روزی که عدالت برپا بشه، فریاد میزنم تا روزی که عدالت اجرا بشه، فریاد میزنم تا روزی که قاتل برادرم به مجازاتش برسه.